یلا ماشالله. گوشی اطلاع دادن که مادر کیا با یک کیسه پر سیب قرمز داره زمین نزدیک میشه. وای دهنمون آب افتاد. این سیبا نزدیک برنده ما. معطل نکن. بدو. بدو پس بده. یلا بدو. خطا نکن روز کارتت بینم. بدو. آفرین. اما شالله. میگیره. همه رو جا میذاره. میره گل گل توپا. ولی به زمین میفته. کیان؟ 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 خوشو ببینم. چی شده؟ کیان؟ چی شده؟ بازم خوبیش اینه که خیالمون رو راحت کرد. وگرنه ما کل کلاک کرج رو می‌ذاشیم زیر پامون. شاید اینجوری گفته که بی خیال بشین. جبران سریع قبل. برادر من کی از پول بدش میاد؟ چرا باید یه همچین کار کنه؟ اسبه مگه؟ گفت مشکل چیه؟ همینه که گفتم. ریل و برش و... گفت این برش واسه این ریل نیست. شما احتیاج به یه آزمایشگاه تخصصی تر دارین. زمان میبره فلان بیسون. چاره نیست. باید سفارش بدیم برای اون بیارن. گفتم برش مال این ریل نیست. دقیقا نمیره گفت. استاد شنگله تهرانه؟ آره. دیروز برگشت. چی شده؟ مشکل از برش نیست. از جنس ریله. آخه ما که جنس های مختلفی امتحان کردیم. این فقط کار شیمیدانه. بالاخره کیان اسم مرغ عشقش رو انتخاب کرد. ولی اینقدر درگیر بازی شد که یادش رفت بهتون بگه. همونی که بهش قول داده بودی؟ بله خانم سعادت. یادم هست. من قولم هیچ وقت یادم نمیاد. بله میدونم. همینجوری خواستم در جریان باش. یادم وقتی بچه بودم کوچیکتر از الان کیان میدیدم مادرم میره باغچه رو عرض بکنه به گل و گیاه برسه. بعد بعضی از این گلا که به نظر من قشنگ بود میکند و میریخت دور. یه بار ازش پرسیدم مادر چرا اینا رو میکنی؟ بهم گفت اینا گلای علفی هن یا
علفای هر زن که ظاهرشون قشنگه ولی با رشد بی‌رویه باعث میشن که بقیه گلا گلای اصلی رشد نکنن، جون باغچه رو میگیره. بعد فهمیدم بعضی از آدمان با اینکه ظاهرشون خیلی جذاب و قشنگه ولی باطنشون خدا میدونه. فکر میکردم اون شب همونقدر که به من و کیان خوش گذشته به شما هم خوش گذشته باشه. من که بابت اون شب از شما تشکر کردم. بعد از اون شب چه رفتاری از من دیدین که برداشتتون این شد؟ چه برداشته خانم؟ این که بتونم به کیان صدمه بزنم و باش بدرفتاری کنم. چی این حرف رو زد؟ فکر میکنین اگه این سوالا رو از کیان بپرسیم به من نمیگه؟ خوشبختانه اون به اندازه شما به من بی‌اعتماد نیست. خب، شاید به این خاطره که هنوز دروغی از شما نشد. هنوز؟ شما چه دروغی از من شنیدی؟ همیشه خدا اون چیز که باعث می شده من مجاب بشم عقلم از کار بیفته به حق یا ناحق گریه مادر بوده. روز اولی که شما اومدی اینجا از دیدن کیان پیدا کردنش از شدت خوشحالی زار می زدی، تمام خستگی از تن من در قبطه خوردم به دل پاکتون که خدا خواست شما هم دیگر رو ببینید. غافل از این که شما این همون پدر مادرهای بی تعهدی که از رو خودخواهی با سرنوشت بچهشون بازی میکنن، شما آینده این بچه رو به فنا دادید. در مورد چی دارین حرف میزنی؟ از این دروغاتون بدتر میدونید چیه؟ این نقشی که توش گیر کردین، با همین نقش دارید من و این کیانو بازی میدید. خواهش میکنم اینقدر من رو با حرفاتون عذاب ندید. بگین چه دروغی از من شنیدی؟ تو تمام سالایی که کیان تو حسرت دیدن شما پرپر میزد شما همی بغل گوشش بودین، منتها خودتون رو مخفی کرده بودین. تو تمام روزای تنهایی مدرسه رفتنش، شبای کابوس دیدنش، روزای مسخره شدنش، حتی روز تصادفش شما دیدید اون بچه رو اینجوری ولی نیومدید جلو، یه جوری رفتار کردید انگار غریبه ای. به من بگید کدوم مادریه که میتونه بچه‌ش رو تو این وضعیت ببینه و نگه من مادرشم؟ من فقط یه آدم بی وجدان میتونه به جای عشق بچه‌ش تو زکاش افیون بزنه. اونی که بچه‌شو به خاطر مواد مخدر نابود میکنه، از کسی که به خاطر فقر و نداری بچه‌شو رها میکنه صد پله بی‌رهتره. اجازه بدین الان تمام اجازه ها دست شماست. شما الان قانونن و رسمن مادر این بچه اید. من غفلت کردم که باعث شدم این اتفاق بیفته. ولی به خدای احد و واحد اگه به این بچه آسیب بزنید یا در حقش مادری نکنید، یه رویی از من میبینید که تا این لحظه کسی ندید. ولی thank you.
فکر نمی‌کردم 1% کربن اینقدر حساس و تعیین کننده باشه. 0.2% کربن. دیگه بدتر استاد. استاد شما درصد دقیق کربن رو چجوری محاسبه کردید؟ از شکل خوردگی قطعه و البته یکم تجربه. بفرمایید. اینم یه قهوه پر انرژی واسه یه گروه بی انرژی. مرسی که به فکر مایی. به فکر شما نباشم، فکر کی باشم؟ فکر شما نباشم، میخوام نباشم. آقا دهشت، قرص مسکن داریم اینجا؟ نه خانم، ما قرص ماس نداریم اینجا، ما فقط دمنوش قهوه بوشت. بکنم هوای اینجا به خاطر بوی مواد یکم گرفته است. دقیقا. آرام خانم، پشت کارگاه پله رو برو بالا روف گاردن داشت باشی. اکسیژن تازه تنفس و خوب شی. لازم نیست، یکم کلافه هم بکشی. هاشم بده تو نمیخواه، راست میگه، اونجا هواش خیلی خوبه. پیشنهاد خوبیه دختر، گوش کن برف. چشم استاد، با اجازتون. قهوه منم بده؟ فامیلی جالبی داری. منو میفرمایید؟ فامیلی نیست، تخلصه. پس شاعری، ترکیب عنصر و شعر چه شود؟ خواننده نسل جوان دهشت. پس برای نسل من نمیخونی؟ اختیار داری، نسل شما ما رو قبول نداره. یه دهن بخون خستگی اون در بره. شاید این فلزم تغییر شکل داد، اونی شد که ما خواستیم. نغمه آزادی رو باید تو میکنم. نغمه آزادی رو نخوندم. چی دیگه بخون؟ 0.2 کربن زیر رو میکنه، غم رو میشوره، خنده رو میکنه. من باید اون 0.2 رو بدم از 18% کربن تنم. بعدش من جون میدم واسه رفیقام سهرا و هاشم، عباس و آرام، رضا. دنیا حسودی میکنه به ما. اگه فقط یک هم بهت تموزی کنی من از بردن خسته. واقعا معلوم نیست دارم مراد تو میکنم. مراد میکنی؟ واقعی بازی کن. بعد این همه سال اومدی خونه عمه جونت، نمیخوام دل شکسته راهی اندیکات کنم. پسر داری؟ راست میگن، دخترم حاضرن خودشون از طبقه دهم یه ساختمون بندازن پایین، ولی باختشون رو قبول نکنن. پسرم اشتباهشون رو قبول نمیکنن. من همه اشتباهام رو قبول میکنم. آها، پس قبول کن که نظریت اشتباهه. ثابت کردی نه باختتو میپذیری نه اشتباهتو. وقتشه دیگه بابا گوشتو بپیچونم. اما منصور بیا ببین دختر چه شکست سنگینی متحمل شده. بابا خودش میدونه که من دارم از قصب تو میبازم. موقع منصور همیشه از قصب بابا میبازم. ای وای ببین چه جو میده. اصلا موقع پیس بود آتری بود، تو کوچولو بودی سنت نمیرسه. تو بزرگ بودی سنت میرسی، مگه من تو همسن نیستی؟ نه از نظر عقلی. اما منصور نمیای بازی کنی؟ اما منصور رو بیخیال شو، هیجان براش خوب نیست. الان خودم میام باید بازی میکنم، انتقام دخترم ازت میگیرم. بده من ببینم. براو هم بده من. به این میگن یه حریف قشنگ. نه بابا باختی دست سر بده. خودت بده دست خودت بده. باختی قبول کن. دست خودت بده. بده دست. چی کار میکنی مینو؟ اصلا نمیخواستم اینجا. چی بونه باز نمیر ببینم. ببینم شاید جان. هنوز درد میکنم به جان؟ نه بابا من بعد ترزینا رو دیدم. بعد خیلی مراقب باشی. دختر شما باید مراقب باشه. هر بار یه بلای سر من میاره. هر بار؟ ببین چه جوری خودشو مظلوم میکنه. بالا سر بیما شلو بازی نکن. خیلی خوب بسه. اینم از این. ممنونم جون. عالی شد. جایزه این لطفتون یه خبر خوب دارم. یه آزاد راه زدن نزدیک زمین ما. قیمتش خیلی بیشتر از اون چیزی شده که تو فکر من بود. خب همه چی پا به پاش قیمتش میاد بالا دیگه. با این پول اون بر چیزی دستتو نمیگیره. نمیخوام تبدیلش کنم. میخوام همینجا سرمایه گذاری کنم. اتفاقا چند تا از دوستای منم اینجا رو کارهای کوچیک سرمایه گذاری کردن. سود خوبی هم داره، تازه اشتغال زایی هم شده. هدف منم همینه. میخوام یه کاری کنم که بقیه هم مشغول به کار شن. به نظرم اینجا کافه خوب جواب میده. تو تجربهشو داری میتونی خوب کار کنی. نه بزرگتر از این فکر میکنم. میتونم یه مؤسسه موسیقی بزنم. البته باید ملکشو بخرم تا هم سود داشته باشه. خب اینجوری که خیلی عالیه. منم میتونم پیانو تدریس کنم. منم میام تدریس میکنم اونجا. با 2300 میلیون چیکار میخواید بکنید اینجا؟ خیلی کارا میشه کرد. میتونه یه تولیدی راه بندازه. توی کار سرمایه گذاری کنه. 2300 که شوخیه. فکر کنم خیلی بیشتر از این حرفا باشه. آره 10 میلیارد میارزه. اونجا کاربریش کشاورزیه، اجازه ساختم نداره. ما موقعی که خریدیم فکر کردیم میتونیم بسازیم، تا الان که خبری نشده. تای تایش 500-600 تومن اونجا رو بخرن. سهم شما میشه 250-300. البته بعدم نیست. یه ماشین میخری میری مسافرکشی، حداقل شغل شریفیه. از بندبازی بهتره. پات رو زمین ما هم نگرانت نمیشیم. تو رو خدا دعا کن که همه کارامون درست پیش بره.
یه ریل این همه آدم و دم و دستگاه رو اسیر خودش کرده. همه اون دم و دستگاه و تشکیلات فدای یه تارمون. از کس خلیفه میبخشی دیگه نه؟ خودم برای حال خوبت هرچی دارم و میبخشم. خیلی قربونتو برم من. چرا انقدر تو خوبی بابا؟ ازت ممنونم واقعا. مطمئن باشم؟ با هیچ کسیش مشکلی ندارم. حتی با آقای هاشم عموزاده. خیالت راحت باشه دیگه، قربونت برم. میتونم 5 دقیقه خودمو برسونم پیشتا؟ بالاخره جت شخصی خودتو خریدی؟ اینم دم نوش معجزه‌آسای دکتر دهشت. خیلی ممنونم ازتون. خانم مهندس هرسینی، هر موقع تشریف میارید اینجا اولین کاری که باید بکنید اینه که این ریسا رو روشن کنید. خیش چه خوبه اینجا، خیلی باحاله. دم نوشتونم بنوشید باحال‌تر میشه. بفرمایید. امیدوارم دکتر جان. من فقط حمالم، یعنی حمل کننده منم. دکتر دهشتی که درست کرده من حملش کردم، حمال منم. فقط ترکیبش با اون نیست، نباید با اون بخورید، باید تنها بخورید. تو میدونی من تا چند وقت پیش چند تا از این قرصا میخوردم؟ چند وقت سردرد گرفتی؟ اینا مال سردرد نیست. باز چیه؟ ببین من حدود یه سال پیش سیستم عصبی بدنم به هم ریخت. آخه و بعد مجبور شدم تو کورتون مصرف کنم. خب نمیتونستم دیگه قرصامو یه وقت بکنم دیگه، اینه که دارم حالا دونه دونه زیر نظر پزشک قطع میکنم. الهی من بمیرم، درد داری؟ چیزی احتیاج نداری؟ نه عالیم. من هم اینکه قرار بود خودمو بسپرم دست تو که روزی بس 100 تا این قرصا میخوردم. خب پس تو چجوری دووم آوردی؟ یعنی چجوری خودتو نجات دادی؟ با سر زندگی. با چی؟ با سر زندگی، نه شیطالا؟ نه. یعنی تو کتاب خونده بودم، نوشته بود آدم هایی که پر نشاطن، پر انرژی هن، زندگیشون رو پر انرژی شروع میکنن، سر زندگی میشن. گفتم با انرژی و پر نشاط، ولی نه در این حد دیگه. نه آخه سر زندگی نداریم، سر زندگی داریم. نه دیگه همینه، سر زندگی. سهراب گفت اینجوری تلفظ میشه. نه همین یه دونه سر زندگی. آره دیگه سر زندگی درست هم میگم. باشه همون که شما. هاشم برو بیا پایین دروشو. سردره تو خوب شد؟ درست شد، درست شد، درست شد، درست شد، درست شد. هاشم درست شد. این به زبون آلمانیه. میدونم. شما مگه آلمانی بلدی؟ چون بلد نیستم میخونم، باعث میشه ذهنم مشغول شه. دوش دارم دنبال یه چیزی میگردم که یادم بره واسه چی اومدم اینجا، واسه چی منتظرم. گایسنز گشنایزن، گایسنز گشنایزن. فعلا اینا رو بخونی. کاتالوگای همین شرکت از کنفرانس قبلی جا مونده. مجانی که چی بشه؟ که حواستون پرت بشه. همیشه اما طول میکشه؟ ببین کل هیئت مدیره باید در جریان و نتیجه آزمایش باشن دیگه. حتما ساریخانی داره با اونو در مورد پروژه معرف میزن. حالا اینو مطمئنه؟ چطونه؟ البته جز ایشون، ایشون مشخص خانمون خانواده داریه. و اینا همه شون عضو هیئت مدیره دانشگاه. یه قصه به چه دردشون میخوره؟ بعدم روند بروسه رو که نمیدونن که.
فقط امروز به خوبی و خوشی تموم شه، همه تون یه ناهار توپ مهمون ها. مهمون من عمرن این بار دیگه مهمون من، خودم مهمونتون میکنم. شما هم تشریف بیارید. بله. سلام گرم منو به خانواده محترمه رسونید حتما. بله چشم. آقای دادخواه بفرمایید داخل. راستی آب سردکنه تو هم کار نمی کرد و بچه دارن تشنه میرن داخل. مد نظر داشته باشید. اثر اونچه که در نبود شما رخ داده، آزمایش قطعی که به دست توانایی شما عزیزان تولید شده. امیدوارم رضایتتون رو جلب کرده باشیم. بی‌طرف بگم با این همه سابقه این اولین باریه که یه همچین پروژه مهم و بی‌نظیری بدون حاشیه و با این کیفیت به مرحله اجرایی میرسه و از کنترل کیفیت سربلند بیرون میاد. روزی که این آقای دادخواه اومد سراغ من و در رابطه با ایدش با من صحبت کرد، نه اینکه به توانایش ایمان نداشته باشم و نه، به دلایلی که خودتون بهتر از من می‌دونید و مطمئنم تو جریان عملیات هم باهاش برخورد کردین، تقریبا مطمئن بودم که ایشون در نهایت مجبور میشه رو همین صندلی که الان نشسته بشینه و طرحشو به من بفروشه و به همون اتفاق هم قناعت کنه. اینجاست که اهمیت کار تیمی معلوم میشه. درود به همتون. باریکلا. باید به خودتون افتخار کنید. 100% من خودت گرم. یعنی اینکه دست شما درد نکنه. مرسی، خیلی حرفای درستی زدید. مرسی، متین بود. نظر لطفتونه. ممنون. اختیار دارین، این لطف شماست که شامل حال ما شده. خب الان یعنی همه چی درسته؟ قدم بعدی چیه؟ به امید خدا میریم واسه تولید ملی و به خود کفایی برسیم. آیدا راپور، ببین همین شور و شوقه که یه تیمو موفق میکنه. بله عزیزم، به امید خدا میریم برای تولید. حالا برای شروع چه تداقت مد نظر شماست؟ اینو شما به ما بگید که مثلا در یه بازی زمانی به فرض مثال یک ماهه چه تعداد قطعه میتونید تولید کنید و تحویل ما بدید؟ خب این بستگی به مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت شما داره. قرارداد تو شرکت ما همیشه مفاد ثابتی داره. شما زمانی که قطعات رو از یک تا N تعداد تولید کنید و تحویل ما بدید، بعد از کنترل کیفیت قطعه هزینه نقدن و تمام و کمال تقدیمتون میشه که البته به حساب یک نفر واریز میشه. ببخشید جانم، گفتین کی تسویه میشه؟ بعد از تحویل قطعات. ببخشید آقای سارخانی، پس ما چجوری باید مواد اولیه رو تهیه کنیم؟ فقط اون نیستش، کلی هزینه دیگه هم وجود داره که قطعا شما ازش خبر دارین. عزیزم قرارداد شرکت ما همیشه همین بوده، تا محصولی تولید نشه هزینه پرداخت نمیشه. ولی شما چیز دیگه ای به من گفتین. قرار شد بعد از تحویل اولین قطعه با ما قرارداد ببندین و پرداختی داشته باشین تا ما بتونیم خط تولید رو راه اندازی کنیم. قطعا و حتما که اشتباهی رخ داده. البته نه اینکه بگم شما اشتباه شنیدید، نه. آقا من هنوزم سر حرفم هستم. شما هر تعداد قطعه که تولید کنید، تاکید میکنم هر تعداد، بنده میخوام و هزینه‌ش هم نقدن تحویلتون میدم، ولی بعد از تحویل قطعات و بعد از تولید. شما مثل اینکه تا حالا تو خط تولید نبودین. تا پولی به سیستم تزریق نشه که کاری از پیش نمیره. پس به فکر یک سرمایه گذار دیگه باش. سرمایه گذار یا بانک مرکزی؟ کدومش؟ شما میدونید هزینه این ماشینی که این قطعه رو ساخته چقدره؟ چقدر هزینه شده که یه دونه از این قطعه برسه دست جناب عالی؟ ببین عزیزم، جواب هیچ کدوم از این سوالا راه حل مشکل ما نیست. من کاری که میتونم بکنم حد اکثر یه مبلغ جزئی در حد 5% از کل قرارداد رو به عنوان پیش پرداخت تقدیمتون کنم، با این توضیح که این اولین باریه تو تاریخ فعالیت بنده تو این شرکت چنین اتفاقی داره میفته. ورشکست نشین. با 5% حتی نمیشه هزینه برق اون کارگاه بود، چه برسه به باقی هزینه ها. با عرض معذرت و طبق اساسنامه شرکت بنده بیشتر از این کاری از دستم بر نمیاد. گربه رخصونی میکنی؟ چون 5-6 جایزه بردی فکر کردی با ما بازی کنی؟ آقای سارخانی، من عمرم و زندگیمو پای این ایده نذاشتم که الان بیاین بگین کاری از دستتون برنمیاد. میدونید این حرفتون برای من یعنی چی؟
تصور میتونیم بکنین این حرفتون برای من یعنی چی؟ زندگی منو تباه نکنید آقای ساریخانی، این پروژه همه یه حیثیت منه. عزیز من، من هنوزم سر حرفم هستم. فقط کافیه شما به قوانین شرکت ما احترام بذارید. همین. کدوم قوانین آقا؟ قوانینی که فقط شما توش زیرنفعین؟ شما به خودتون چه فکری کردین؟ فکر کردین ما به هر قیمتی پروژه‌مون رو در اختیار شما می‌ذاریم؟ اتفاقاً الان میتونید رو هر قیمتی بحث کنید. شاید بعداً برای همینم هم دیگه فرصتی نباشه. شما حاضرین وابسته کشورهای دیگه باشین ولی تو مملکت خودتون کسی پیشرفت نکنه. آدما کرده خودش پشیمون می‌کنین. بچه میترسونی؟ نیازی به درگیری نیست. آی دادخواه عاقل‌تر از اونه که قید این شرکت رو برای همیشه بزنه. ببینید این موضوع اینجا خاتمه پیدا نمی‌کنه. یه روزی ما یه جایی میرسیم که شما حسرت اینو می‌خوای کنار ما باشی. بفرمایید، بفرمایید. خوش اومدید. موفق باشین ان‌شاءالله. آقا شرکت که ارزش دست می‌زنی کثیفه دستش بو میده. پول ندارم واسه خودشون آب بگیرن. چه انتظاری میشه رفا؟ گوجه ها، پوتیتو ها، گلابی ها. آقای دادخواه، توی تهران کلی شرکت دانش بنیان هست. فکر نمی کنم همشون هم دست رد به سینه‌تون بزنم. البته بهتره که از اینجا شروع کنید. اما تا جایی که من میدونم فقط شرکت شماه که دست به ساخت دستگاه امارای اینقدر پیشرفته زده. حالا یه سری هم اینجا بزنید، بی ضرره. شما چرا کاسه دفتر از آش شدی؟ به چند دقیقه تیم سیکیوریتی بودی؟ شما هم اگه فوق ارشدت گرفته بودی و هزار جا میرفتی و هیچ کس برای تز پایان نامت ترم خورد نمی کرد حتما همین کاری انجام میدادی که من انجام میدم. الان این دلسوزی بود یا چی؟ نه، من هم یه زمانی از این شرکت به اون شرکت میرفتم التماس برای کار، با این تفاوت که من تنها بودم ولی شما یه تیم هستی. شما مطمئن اینجایی که میگین قطعه ما رو میخوان؟ میخوان. اگه الان میبینید پادوی ساریخانی هستم، انتخاب من نیست بچه‌ها، غم نونه. ساریخانی هم فکر میکنه که شما سرتون به سنگ میخوره و بر میگردید. موفق باشین. شرکت بهزاد. صبح بخیر همه جون. سلام قربونت برم، چه سحرخیز. پیش شما که هستم دوست دارم زمان تو خواب بگذرونم. هنوز از این مربای درست میکنی؟ اسمش رو هیچ وقت یاد نگرفتم. بالنگ. اسمش یکم سخته. آره بالنگ. کم کم باید اسم همه خاکی ایران رو یاد بگیرم. چرا؟ من میخوای سرآشپز بشی؟ میخوام کارهای زمین که تموم شد یک کاری کنم تو ایران بمونم. البته قبلش باید برم وضعیت مامانه یه سرسامون بدم که خیلی به من نیاز نداشته باشه. باید دوباره برمیگردم. دوستم یه مدت اینجا باشم. نزدیک شما. کاش که حسیرم می آوردی. شاید اینجا حالش بهتر میشه. وقتی خوش دوست نداره، من نمیتونم مجبورش کنم. آدمو انتخابش. مثلا من امروز انتخاب کردم برم بازار ایران رو ببینم. بازار تهران. سایی. می بلدی؟ یاد میگیرم. گم شدم زنگ میزنم به شما. میخوای باد بیام؟ میدونم کار داری. نگران نباشی. بادمجون بم آفت نداره. آره امروز یکم سرم شلوغه. چند روزی است به مزون سر نزدم. امروز کارامو راست و ریس میکنم. فردا هر جا خواستی میبرمت. فقط بازار رو حتما با مترو برو. با هر چی دیگه بری باختی. منصور؟ منصور؟ چون نمیری صبحونه بخوری؟ میرم شرکت یه چیزی میخورم. حالا چون این همه عجله؟ یه جلسه فوری دارم و خودمو برسونم. نمیشه جلوی این بچه اینقدر تابلو بازی در نیاری؟ واقعا نمیشه. این بچه اصلا کس و کاریو نداره. دوستی آشنایی کسی یه چند روزم برم اونجا. اینجا که کسی رو نمیشناسه منصور. یه دایی داره تو شیراز که 100 ساله ندیدتش.
یه جوری حرف میزنی انگار این بچه رو نمیشناسی. من واقعا هیچ ادعایی راجع به شناخت در مورد این خانواده ندارم. آخه این که با کسی کاری نداره. اومده زندگیشو سر و سامون بده بره. امیدوارم زودتر سر و سامون بگیره. که زودتر بره. واقعا فقط بره. فقط بهش بگو گوش به زنگ باشه، یه مشتری اومده برای زمین. میخوام زمینو زودتر رد کنم بره. سهم خودش که هیچ، سهم خودم هم بذارم روش. اگه حساب کتابی از قبل باقی مونده بهش بدم، هیچ حرف و حدیثی دیگه نباشه. الان برم. حداقل میرسوندیش تا مترو. اصلا هیچ جوره، هیچ جوره من مسیرم با این یکی نمیشه. الان برم. خداحافظ. تو که هنوز صبحونه نخوردی؟ از ترافیک تهران خبر دارم امید جون. زودتر برم بهتره. چه کلاه قشنگی. کادو گرفتم وگرنه میگفتم قابل شما رو نداره. فعلا امید جون. خدا حافظ. مامان قشنگم. کجا داری میری؟ برام کلاس جبرانی گذاشتم، مجبورم برم دانشگاه. من نمیدونم چرا از اول یه جوری درس نمیدن که مجبور نشن جبرانش کنن. صبحونه نخوردی؟ نه دیگه، خیلی دیره نمیرسم. بشین بخورین، همین صبحونه درست کردم. خیلی خوب، باشه میخورم یه ذره. جان میزنی؟ قربونت برم من، مرسی. خانم شما بگو 300 بار وقتی جواب نمیدی من باید زنگ بزنم. شما قلم خودکار نداری بنویسی اینا رو من نپرسی دوباره؟ نه من داد نمیزنم، تون صدام خشنه. قطعات دستگاه امارای کویل. بله من میدونم ایشون چقدر وقتشون زیاده، سرشون شلوغه. شما اگه بتونی برای من یه ساعت وقت بگیری من تا آخر عمر نوکرت هم هستم. نه خانوم دیر اون موقع دیگه. شما مدیرت صحبت کن بهش بگو ما کی هستیم. بعد باش باش. اخ نداره هیچ نه از فقط تایی کلومش گفت از خشم صدات خوشم اومد. یه قرار ملاقات برامون جور کرد. من بالاخره نفهمیدم قرار ملاقات گذاشت نذاشت چی شد؟ آقا سورا آدم پرسون پرسون میتونه بره هندس. وقتا گفت یا امروز یا دو هفته دیگه. یعنی چی؟ آقا مدیر میخواد بره شیراز، واسه همین امروز بینه مره صورت واسه همون یه قرار ملاقات جور کنه. امروز؟ بله. چه ساعتی؟ 2:30. خب پس یه نیمچه نهاری بریم بزنیم و رایشیم دیگه. برادر من ساعت 11 صبح اصلا این وقت نهار نمیخوره. حالا اصلا این چه فرقی با ساری خانی داره؟ اینم دانش بنیان، یعنی اساسنامش با اون یکیه، حتما شرایطش هم یکیه دیگه. باباش تو چقدر انرژی دور خودی که از این انرژی تمام بده. یه بار اون ساری خانی قزوین ما رو سنگ قلاب کرد، دلیل نمیشه دستمون رو بچسبونیم به دیوار نگاه کنیم. که علی آقا به جان مادرم که عزیزترین آدم زندگیمه این سارخانی دبه کرد. اساسنامه کجا بوده؟ من اگه میدونستم پولی در کار نیست به سرم نمیزد عملیش کنم که. دیوونه بودم مگه؟ آقا عباس برش بیمحلی از برش شمشیرم تیزتره. همین که ما دوباره نریم پیش سارخانی یعنی ما بردیم، پیروز ماییم. بعد ما خیلی خوبیم، ما واقعا خوبیم. کارمون درسته، نوکرتم. خدا این چیزا رو می‌بینه دیگه، هوامونو داره.
دقیقاً با این حرفت موافقم. ببین بچه‌ها ما الان تازه اول راهیم. هنوز که اتفاق نیفتاده که. یه جا رفتیم که ما رو رد کردن، درسته؟ مگه ما آقا نگفت کلی شرکت دانش بنیان هست؟ من میگم اینم نشد یکی دیگه. ما که خودمون میدونیم چه کار بزرگی داریم انجام میدیم. اینو که دیگه قبول داریم. خیلی خب ما الان باید پاپس بکشیم. یعنی چی خودمون رو بردیم زیر سوال؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ آرام خانم، شما هیچی نیستی. جز یه روحیه دهنده. ولی خدا کنه بشه. از یه طرف این همه هزینه و بدو بدو بی نتیجه نمونن، از اون طرف هم روی این ساریخانی ها کم شه. داشت همچین به پات بندازم بهش. آره ببین دیگه بده. الو شاهین جان. جانم جان. جانت سلامت. کجایی؟ توی تاکسی هم. من نرسیدم مترو. اگه کار چیزی داریم برگردم. نه کاری که ندارم، فقط خواستم بگم اگه کاری سوالی چیزی داشتی به من زنگ بزن. بازار خودش شهر سرگردون نشی. اتفاقا مینو دیشب همین نقشه بازار دانلود کرده فرستاده. از اون نقشه میرم. خیالتون راحت. آها. بسه شاهین جان، عمه برای زمین یه مشتری دست به نخ پیدا کردم. فخری اصرار داره که خودتو ببینه باهات حرف بزنه. چه عالی. خب چه روزی؟ همین امروز. من خودم هم باهات میام که تنها نباشی. ممنونم ازتون. من تا چند ساعت دیگه خونه هم، یا اگه بخوایی میتونم همین الان برگردم. نه الان که نه، واسه ساعت دو بیای خوبه. منم باهات میام. الان هم که بازار رو برو، برای اینکه شاید دیگه قسمت نشه که بریم. باشه همه جان، میبینم جان.